سلام، شیوا هستم. امروز میخوایم در مورد دردها و رنجها صحبت کنیم. یه نظری هست که میگه روح ما در حال تکامل و پیشرفته. یه سری درس ها که از زندگی های گذشته مونده و پاس نکردیم در برنامه ما هست. روح در هر زندگی درس هایی کم یا زیاد برای خودش برمیداره. طبق اون درس ها پدر و مادر انتخاب میکنه و متولد میشه. اکثر روح ها در حالت مبتدی و ناآگاهی هستن. ممکنه روحی 30,000 سال زندگی کرده باشه ولی هنوز در سطح مبتدی باشه. ما یه سری درس ها داریم که تا اونها رو پاس نکنیم همون اتفاقات بارها بارها تکرار میشه تا درسمون اتفاق رو بفهمیم. برای اینکه سریعتر درس ها یاد بگیریم یه سری اتفاقات تلخ تجربه میکنیم، بلکه این ضربه ها تلنگری باشه که به اعماق درونی خودمون پی ببریم، بهتر خودمون رو بشناسیم و با تحمل دردها و رنجها پخته تر بشیم. اگر زندگی فقط تجربیات سرگرم کننده و غیر جدی بود، کسی به بیداری و آگاهی نمیرسید و پخته تر نمیشد. دو نوع انرژی داریم، انرژی منفی و مثبت. به انرژی منفی میگن که سود و منفعتی برای کسی نداره، حتی باعث اتفاقاتی میشه که به ضرر هم منجر میشه. مثلا انرژی که عشق و صمیمیت بین آدم‌ها رو از بین میبره و باعث دوری و جدایی بین اونها میشه، یا انرژی که باعث ترس و استرس یا غم و ناراحتی بین مردم میشه. اگر ما به انرژی منفی توجه نکنیم، بها ندیم، خودمون رو درگیر اون اتفاقات نکنیم، واکنشی نشون ندیم و آرام باشیم، انرژی منفی ناپدید میشه، چون از خودش هیچ قدرتی نداره و تنها راه تغذیهش تغذیه از واکنش های ماست. به عنوان مثال فرض کنیم اخبار اعلام میکنه قیمت کالای قرار افزایش داشته باشه. اگر مردم واکنشی نشون ندن و به بازار هجوم نبرن، قیمت کالا میتونه افزایشی داشته باشه، یا حتی اگر افزایش هم پیدا کنه ولی کسی اون کالا رو نخره، میتونه رو قیمت جدید دوام داشته باشه. اینجا لازمه یادآوری کنیم به قانون توجه که میگه به هر چیزی توجه کنیم بیشتر میشه و توجهمون رو از روی هر چیزی برداریم ناپدید میشه. هر جا هستی لنز توجه تو فقط روی مثبت‌ها، خوبی، سلامتی، ثروت تنظیم کن. کنترل ورودی‌های ذهن تو دست بگیر. اگر به جنگ توجه کنیم بیشتر میشه، به گناه توجه کنیم بیشتر میشه، به بیماری توجه کنیم بیشتر میشه. پس به سلامتی، صلح و انرژی‌های مثبت توجه کنیم. گفتیم برای یادگیری سریع‌تر درس ها ممکنه ضربه و بدی ببینیم. باید بگم کسی که در رنج و ناراحتی هست میتونه به بقیه لطمه وارد کنه، وگرنه کسی که وجودش در آرامش و عشق و نور هست نمیتونه به بقیه بدی کنه. کسی که بدی میکنه به ما میگه من از همه بیشتر به عشق نیاز دارم، من از همه بیشتر کمبود محبت دارم، من از همه بیشتر درد و مشکل دارم. شما به عنوان یک انسان ارزشمند باید اینقدر روی خودتون کار کنید و گره های شخصیتتون رو برطرف کنید که اجازه ندید کسی به شما آسیب بزنه و بد رفتاری کنه. یه تمرین مهمی که اینجا باید انجام بدید تمرین ارزش به خود هست. هر چقدر برای خودتون ارزش بیشتری قائل باشید، سریع‌تر با اون شخص ارتباطتون رو کم یا قطع می‌کنید. تا وقتی که فردی که بدی کرده پشیمون نشده و جبران نکرده باهاش ارتباط برقرار نکنید، بلکه این درد طرد شدن برای اون تلنگری باشه که دیگه رفتارهای نادرست و ناآگاهی رو انتخاب نکنه و به آگاهی برسه. فرد ناآگاه رو ببخشید و براش دعای آگاهی و خوشبختی کنید. درس اتفاق رو بگیرید و با خوشحالی به زندگی ادامه بدید. بهترین راهکار برای بخشیدن اینه که هر چی توی ذهنتونه روی کاغذ بنویسید و بسوزونید. راهکار بعدی اینه که وقتی چیزی در ذهنتون تحقیر و کوچیک بشه و خودتون رو قوی تر از اون بدونید محو میشه. نکته این که بدی و با بدی جواب ندیم. وقتی خشم یا نفرت هر چیزی از بدن ما بگذره، اول انرژی خود ما پایین میاد. گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی، پس فرق چیست؟